ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبى عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير بخاطر كي اي وصايا حضرت لقمان حكيم در وجود ما شما تأثير بکنند و جایگاه اصیل خود را به دست بیاریم، باز هم الله جل جلاله نعمتهایی که خداوند متعال به ما شما داده و ارقدر مراقبت الله جل جلاله را با خود داشته باشیم و باورمند به این مراقبت باشیم، به همه اندازه یعنی تعمیل از این صفات و جایگزینی از این صفات در وجود ما شما آسان می شود. از این خاطر الله میگه که علم تر و آیه ندیدید ان الله سخر لکم، که الله مسخر کرده رام کرده برای شما ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. در زمین و در آسمان الله برای ما شما همه چیز مسخر کرده. این طبقات اتمسفر در حقیقت، ای آفتاب و مهتاب، ای ستارگان و ای نظام های کهکشان، ای کلش در خدمت ما. و یک کمانه که اگر بیعدالتی بکنه در اینجا نه ما میمانیم و نه کائنات میمانیم و الله ای را نظم بخشیده. پس خالقی که این کائنات را با این شکل عظیم نظم میبخشد، پس نظمی که به خاطر زندگی دروزی تو است او را خب باید قبول او به منفعتت است. دوم، آنچه که در زمین است او را برقرار گردانیده. شما یک بار فکر بکنید، از نظر استعداد شطر بسیار کلان است، خب اوصالش در دست یک طفل بوده که هر جای بخواهی میرکتش. یگان بار یگان مرغ ما شما میبینیم که کسی را میزنه و اصلا فامیل از پیش میگریزه، از یک مرغ میگریزیم. یعنی در حقیقت ما اینقدر ضعیف هستیم که از یک مرغ فرار میکنه. کلان کلان مردم، سگ خو بگذار، گرگ خو بگذار، این چیزا را خودت تو گریختن است که هیچ پرسان نکن. وقتی که الله جل جلاله بر ما رامش بسازد میبینید که چه حالت است. سگ و تربیت رام میشود، میفهمید؟ عجیب است. قرآن کریم میگه که سگ و تربیت رام میشود و میکروبی که پیغمبر علیه السلام میفرماید ارگا سگ در نانتان و در دستت نان خود سپرد، او کاسی که در اوجا زبانش خورده 7 بار او را بشایی و 7 بارش پریک باید باشه با خاک. ارگا سگ تربیه شود با دندان خود در گوش هم میزنه تو گوش تفور بمیتونه سکای شکاری. ارگاه ما این سلسله صفات را در وجود خود بیاریم، جامعه که بیخی عادتهای سگواری هم داشته باشد مجبور میشه تسلیم شود و تو گردن نگذارد. چرا؟ قرآن کریم میگه که ما مسخر کردیم برای شما آنچه که در آسمان ها و زمین است. بگن تو جایگاه تا بشناس، تو باید انسانی با تربیه باشی و آنچه که بی‌تربیه است تو با تربیتش بکن، آنچه که بی‌تربیه است تو با تربیتش بکن. و اصبع علیکم نعمه و ظاهرت و باطنه، و گسترانید بر بالای شما نعمتهای خود را ظاهرت آشکارا. آشکار نعمتها را میبینی، یعنی میاله باران میباره نعمت خدا هست، زمستان نعمت خدا هست، بهار نعمت خدا هست، خزان نعمت خدا هست، میوه ها نعمتهای خدا هست، وجود خودت، فرزندت، پدرت، مادرت، کلش نعمت های الهی است. میوه های گوناگون نعمت های الهی است. کل ظاهر است، میبینیشه. و باطنه و شریعت خدا، شریعتی که خدا به ما داده. الله اکبر. صحیح شما میبینید که فرانسه که به اصطلاح داد میزد از دموکراسی، ولی مجبور میشه در مقابل فرهنگ اسلامی از طغیان و سرکشی و زورگوییش استفاده میکنه. دیگه نتونست. دروغهای قوتهای کفری و استکباری و بانه‌های دروغینشان به این حد رسید. وقتی که نتانست در مقابل اسلام و گسترش اسلام و اخلاق اسلام مقاومت بکنه، گفت حجاب دیگه در فرانسه من است. زورش داره. نتانست دیگه. بس شما یقین به داشته باشین که ای یا نمیتونه با ما مقاومت بکنه. خامخا خدا سکوتش میده، ولی در تو این اخلاق باید باشد، در تو باید اخلاق باشد. اگر این اخلاق لقمان حکیم و وصایش زنده کردیم،
سقوط کفر و الحاد حتمی است. و اگر ما بی اخلاق باشیم، پس از نظر لباس و پول و دارایی و تمدن خدا سر ما پیش هستن. پس تو چی بر اونها میتی که باید تابع تو شود؟ اخلاق تو نداشته باشی و دنیا از تو کده و زیاد دار. تو با اخلاق شو که باز تاریخ زنده بکنی. چنگیز آمد، کشورهای اسلامی را یکی پای دیگری گرفت. مسلمان ها با اخلاق چنگیزی ها را به مسلمان دعوت کردند. امپراتوری چنگیز گردن گذاشت به مسلمان ها و مسلمان شدند. تو با اخلاقت این تو کار خوب بکن، این کار را باید بکن. و باطنه، باطنش این شریعت است، اخلاق است، ارزش است. و من الناس، با این کل نعمت های ظاهری و باطنی، بعضی از مردم من کسی یجادل فی الله، در باب الله گفتگو میکنند بغیر علم، بدون دستاویز. علم هم ندارد ولی بر ضد خدا و بر ضد پیغمبر استاد میشود، گپای خدا دارد. یک کسی هست، خب نامش نمیگیرم، یک بدبخت خدا، اونا چی میگه؟ اسلام خیلی خوب دین است. ها اسلام سیاسی نه، اسلام سیاسی چی داره؟ از جنرال صاحب همین نخواه وطن داره، این دین والله که سیاست دارد، اقتصاد دارد. خدا شاید است که این دین همین سیاست نداشته که یک لحظه کتش باشم. این دین همه چیز داره، این شامل است، کامل است. تو چی فکر میکنی؟ این دینی که گفه که تو میزنی، ایره مسیح ها میگوید، یهود میگوید که دین یک رابطه شخصی در بین فرد و در بین خدایش است. ما میگم اسلام رابطه است در بین فرد با خودش، با جامعش و با خودش. کل رابطه ها را جا دارد. بنابراین بعضی از مردم کسای هستن یجادی به فلا، در باب شریعت خدا با تو گفته برا شروع کردن. میفهمی؟ نی. یک نفر میسته در باب حقوق زن گپ میزنه. از نظر اسلام باز را توضیح میدهد، باز نماز یاد ندارد. ما بهتر کلام، تو نماز یاد نداری، تو در این جالا چی دستک میزنی؟ رشته تا است، این میفهمی؟ در باب اقتصاد اسلامی گپ میزنه. سعی که دلش هست که نظام سودی را سر ما تیر بکند، قمار را سر ما تیر بکند. والله که نماز یاد ندارد. کسی که نماز یاد نداشته باشه، میشه که بازو حجاب یاد بگیرد و حقوق زن به ما تشریح بکنه، او اقتصاد به ما تشریح بکنه، او سیاست به ما تشریح بکنه. جاید بشین، بر هر کس اهلش است. اسلام را اهلش تشریح میکنه، نه مثل مردمی تو داری که قرآن خوانده نمیتونی، خو اسلام را به ما تشریح بکنه. بغیر علم، بدون علم، ولا هدى، بدون هدایت، نه سیرت پیامبر میشناسد و نه صحابه را میشناسد. میرود یکی چی میگه؟ اسلام نظام های استبدادی داشت. چی رقم نظام های استبدادی؟ باز میرود صاحب در این نظام های بعدی که از اموی ها و از غیاس ای را به ما پیش میکنن. ای عزیزم، یک بار پیش برو، حضرت عمر رضی الله عنه با او شخصت استاد میشه، گفت که مردم مکه و مدینه شما بسیار زیاد مهر میگیرین، من بعد قیمت مهر 300 درهم شرعی است. یک زنکه استاد میشه از کنج مسجد برش میگه عمر، خداوند متعال بر ما قنطار داده و تو چی کار هستی که را به 300 درهم تهدید میکنی؟ حضرت عمر میگه خطا عمر و اصاب الامره. ترق از من برپایین میشود. عمر خطا کرد و زنکه راست گفت. در تاریخ نمیاد که اونجا کسی بود زن تهدید کرده باشه، او را گفته باشه که تو علیه ما خیزی، ما را در سر منبر پایین کردی. استغفر الله. ایره میگه نظام. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او که خلیفه شد گفت که مسلمان ها، ما شما کده بهتر نیستم، ارگا خطا کردم اشتباه کنم من راهنمایی بکنید. یک عسکر شمشیر خود از نیامش کشید، گفت ابوبکر کج شدی به این شمشیر راستت میکنم؟ حضرت ابوبکر صدیق برگفت که الحمدلله که در رعیت ابوبکر این تو اشخاص است که اگر ابوبکر کش شد راستش میکنه. ولی شما نظام های فاسد دموکراسی را ببینید، بیش از 1.5 میلیون انسان را امریکایی در عراق به شهادت رساند، بیش از 1.2 لاک انسان در افغانستان به شهادت رساند. داد میزند تمدن ها را از بین بردن، ارزش ها را از بین بردن، اخلاق را از بین بردن و دادم میزنن که ما یک چیزی هستیم. و باز احمق انسان که خودم مسلمان میگهد باز دموکراسی گفتم میره. من ایران ما میکنم بیقل، تو یک بار از خود دین تا خود یک بار بشناس، این وطن تا خود بشناس، این ارزش ها را خود بشناس،
1.5 میلیون شهیدی وطن خو بشناس، در بدریا را خو بشناس، ما به می چیزای کار کرده بودیم که تو برام میگی. از تو که در خودسا خیلی خوبش بود، کوپون میدادن سه پلیریش تا پلیریش میگن میدادن، ولی ایرش خنده چی دادن و خو خیلی خوب بود. دو پا پلن تیل هم تیل کرده بودن. ما که او را تایید نکنیم، تو را تایید میکنیم، در زندگی کار نمیکنیم. اینی ارزش ها هستن. بدون علم چیزای گنده گنده را بر ما قبول میکند. ولا هودن بدون از اینکه دستاویز داشته باشه در خود چی است، ولا کتاب منیر و بدون کتاب روشن قانون هم برد نمیتونه بتا. و اذا قیل لهم، چون گفته شود برشان، اتبعوا ما انزل الله، پیروی بکنه آنچه را که الله نازل کرده، قالو میگن بل نتبعوا ما وجدنا علیه آباءنا، ما پیروی میکنیم آنچه را که پدران خلبان یافتیم. در مقابل قال الله و قال رسول پدر رو پیشکش میکنه، استغفر الله تو مسلمان هستی، گپ پدر و مادر تو سو پر، تو قال الله و قال رسول بگی. وقتی که قال الله و قال رسول شد قبولش بکن. باز میگم صحابه بسیار بلند مردم بودن، هر کسی که قدر اصحاب پیغمبر نمیشناسد والله که دین نمیشناسد. اصحاب پیغمبر یک نظام پیش از اسلام، یک نظام جاهلی عجیب و حمیت تکونا داشتن، ما بزرهش هم نداریم. هرچی که خدا گفت اونا قبول کردن، یک گپ نزدن. ما که به مردم خود میگیم که ای برادر گرام، امینان تا خشک بر یتیم بتی، به بیوه بتی، که خدا خیرات تا قبول بکنی، ما رسه رواج است. ما اینقه گپ قبول نمی کنیم، شما تنازل ما رسه کنیم، یعنی ما اینقه نزول قبول نمی کنیم. و صحابه از هر چیز دیر شدن، از هر چیز دیر شدن. بدان ایمان باید قوی بود، تو نوی که رواج ماست، رواج اصول کو، این رواج های خود ساخته و بیمعنایی که هیچ دلیل شرعی سرش نیست. جور کنه خودم تباه برباد میکنیم، خدا هم خوش نمیشود. اولو کان الشیطان یدعوهم الی عذاب السعیر، اگر با وصف ازی که شیطان میخواند پدران ایشان را بسوی عذاب دوزخ، باز هم پیروی میکنی؟ نه، تو قال الله قال رسول داری، علم داری، اسلام دین پورست، برو مراجعه بکن. و من یسلم وجهه الى الله، هر که منقاد ساخت روی خود را به الله جل جلاله، هو محسن، در حالی که نیکوکار بود، فقد استمسک بالعروه الوثقى، در حقیقت چنگ زده است به حلقه بسیار محکمی که ناگسستنی است. هر کسی که به قرآن و سنت چنگ زد و به این طرف رو گردانی، در حقیقت بر اسبان قویه، دستاویز قوی محکم دست اندازه که دیگه گسسته این ندارد. و قرآن که حبل الله، رسبان محکم خدا. و الى الله عاقبت الامور، بین که بازگشت همه کارم به سوی خدا هست، بازگشت همه کار به سوی خدا هست، پاداش و جزا را الله میدهد. و من کفر، هر که ناسپاسی بکند و کافر ورزد، فلا حزن که کفره، ناسپاسی و انکارش تر از جگرخون نکنه ای پیغمبر، خدا کنه کلگی بیدین شود، تو از کافر رن نگی. و من کفر، هر که منکر شود، ناسپاسی بکند، فلا حزن که کفره، کفری از اونها تر جگرخون نکنه، کلگی مسیحی شود، هیچ تقصیش نشو، تو خدا نگاه بکن. کلگی بیدین شود، تو خدا نگاه بکن. کل اون دو شود، تو خدا نگاه بکن. این دلیل شده نمیتونه که ایت بگم ای مسلمان، ای برادر مجاهدم، ای از قوارگه که چی جور کردی؟ تو خل همه کلان ریش داشتی؟ تو خب با سنت برابر بودی؟ تو خب یک وقتی داشتی که مردم اعزاز تو را میکرد؟ ولی یک قواری تا سعی کردی یک بار چی شدستی؟ ولی چوری رقم کنیم؟ ولی اصحی چی کنیم سعی؟ ای کارا رو نکنیم؟ عمل ناشایسته یک تعدادی دلیل بر تو نمیشود. تو افتخار داشته باش به ارزشت، افتخار داشته باش به لباست، افتخار داشته باش به پکولت، این افتخار بود سرش. اگر سرزی افتخار نکنی، فای چی هستی که سری کلکدن ریش افتخار میکنی؟ استغفر الله، مخبایی کار نکده بودی. الینا مرجعهم، بازگشت همشان به سوی ما است، فننبئهم بما عملوا، و خبرشان میکنیم با آنچه کردن. فننبئهم، ما اینها را خبردار میکنیم، بما عملوا، با آنچه کردن، یک یک اعمال پیش رویشان میگذاریم. ان الله علیم، الله آگاه است، به ذات صدور، با او سخنانی که در سینه است، با او رازهایی که در سینه است. و حضرت لقمان حکیم برای بچه چی گفته بود؟ فرزندم، انها ان تکو مثقال حبه
من خردل فتكون في السماوات او في الارض ياتي بها الله. اتعقیده برش داده بود. ایجا برش میگه که ان الله علیم بذات الصدور، الله با آنچه که در سینه هاست آگاه هست. کل اگه خدا فردی محاکمه میکنه، خب فردی کل اگه میخواد میگه فلانه بچه فلانه بخیر با سوال میکنه. نمتعهم قلیلا، بهرمندشان میسازیم اندکی، ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، باز به بسیار بیچارگی برانیم ایشان را به سوی عذاب سخت. به بسیار بیچارگی، اما تو که برود غلها در گردن، لاج، بدبخت، در هر جای مفته، باز میگه به این حالت است. بخاطری که اسلام دین فکر است، دین جهل نیست، ارزش های اصلی را بر یک یک پیشکش میکنه. اسلام یک چیزی فلسفه واره نیست، فلسفه بوده باشد، بلکه ارزش های عملی را پیشکش میکنه. اتو ارزش ها رو بهت میداد که مجبور میشه جانب مقابل بپذیرد. ولئن سألتهم، اگر بپرسی آنانی که مخالف دین خدا هستند، من خلق السماوات والارض، کی آفرید آسمان ها و زمین را، لیقولن الله، فورا میگه خدا آفرید. از هر کسی برو پرسان بگو، با دموکراسی والا هم برو همی سوال بکو، آسمان و زمین کی پیدا کرده؟ خدا پیدا کرده. فورا برد میگوید با اندو هم برو، با مسیحی هم برو، از هر کسی پرسان میکن. قل الحمد لله، بگو همه ستایش های حیزان خدا است. میشه که خداوند متعال باد از باز یه صلاحیت باز به کس دیگه داده باشه که والی تو دیگه بخی قانون نجور کن؟ پیدا کنندهش خدا باشد، قانونش هم جور کنم. قل الحمد لله، بگو همه ستایش ها حیزان الله است. بل اکثر هم لا یعلمون، ولی اکثرشان نمیدانند. آنانی که غیر شریعت خدا را قبول میکنه و به او گردن میگذارد نمیداند. اگر میدانست این کار نمیکرد. من به این بسیار دوست دارم، کاش که تو یک زمان بیاید که آنانی که در دلش دموکراسی دموکراسی میگه، خب بحث آماده نیستن، کاش که بیاین بشینن و واضح تلویزیون ها همه تو مجالس جور بکنن، مردم واقعا آزاد سوال بکنه که بعد از او باز چلو صاف معلوم شد که دروغ میگه که راست میگه، یا بدبختی شد منافق هستن. در ظاهر چیزی نمیگه، بعد اما بین سن پورتا کی اگر به خدا باز میزند، باز یک نفر اکی بینید که خوب بعد وقت با پرانو گپ میزند. یعنی ایتو آمادگی اینا ندارن که در مجلس بیاین بشینن. و ما میگم برسی هر کس که میاد در مجلس ما آزاد است، در مجلس ما روز جمعه بشیند آزاد، دموکراسی در توضیح بدهد، خوب باز نگریز ما هم باز میگیم، این کار نمیکنند. و در پشت سر باز گپ میزند، در بحث میکشین نمیگد، تخریب خوب یاد دارم. لله ما في السماوات والارض، مر الله راس ملكيت اسمان ها و زمین، ان الله هو الغني الحميد، و الله جل جلاله كو احتياج ما را رفع میکند. هو الغني، هو بنياز است، الحميد ذاتا ستوده است، بس ستایش معتون ذرات ندارد. ولو ان ما في الارض، بخاطر كي غناي خدا و ستایش كي ذاتا ستوده ذات است، اذا توضيح ميدهد ميفرماید كي ولو ان ما في الارض من شجره اقلام، و اگر آنچه که در زمین است من شجره از درختان، اقلام قلم ها شود، و البحر یمده، و دریا همش رنگ شود، من بعده سبعه ابحر، و بعد از آن اف دریای دیگه هم در کنارش گذاشته شود. ما نفیدت کلمات الله، با پایان نمی رسد مخلوقات الله، و پایان نمی رسد عظمت الله. الله اکبر، چقدر کوچک است موتون، چقدر کوچک است، زیر میکروسکوپ نمی آیم. این کل مجلس ما وقتی که همون معالم انسان ببیند زیر میکروسکوپ هم نمی آیم. این دنیا کلش هم کوچک است. الله اینقدر مخلوق دارد، در مقابل تو ذات میگه استاد میشه که او نمیفهمه تو میفهمی. ما نفیدت کلمات الله، با پایان نمیرس کلمه خدا. کلمه در قرآن کریم معانی مختلفه دارد، از جملهش لفظ سخن، مانند آیه 74 سوره مبارکه توبه، یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. اینو میگن که ما کنم سخن نگفتیم، در حالی که کلمه کفر یعنی سخن کفر را از زبانشان بیرون کردن. کلمه در قرآن کریم به معنای حضرت عیسی علیه السلام است، مانند آیه 45 سوره مبارکه آل عمران، ان الله يبشرك بكلمه من الله بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم.
خداوند متعال مژده میدهد تو را ای بی بی مریم به کلمت منه با فرزندی که حضرت عیسی علیه السلام به کلمت این مرادش کی است؟ حضرت عیسی علیه السلام. و به معنای وعده کلمه به معنای وعده است، مثل که سوره یونس آیه 19 و ما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك. اگر نمین بود وعده پروردگارت، کلمه به معنای وعده است. لقد بينهم فيما فيه يختلفون. و کلمات نیز در قرآن کریم باز مصادیق دارد. کلمات به معنای جمع کلمه و الفاظ. فتلقى آدم من ربه كلمات، چند سخن داد الله جل جلاله است به حضرت آدم علیه السلام داد و او از پروردگارش فرا گرفت. کلمات به معنای موجودات است. فلما لو کان البحر مدادا لکلمات ربی به معنای مخلوقات و موجودات. در اینجا هم به معنای چی است؟ موجودات. بگو ای پیغمبر اگر بوده باشد، لو ان ما فی الارض من شجره اقلام، اگر آنچه که در زمین است کلش قلم بگردد، والبحر يمد و هم و بحر کلش رنگ شود، من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله، و بعد از آن اف دریای دیگری هم به اندازه همی بحرها به وجود بیاید. مخلوقات خدا، عظمت الله، بزرگی الله را ختم کرده نمیتونی. ان الله عزیز، الله غالب است، حکیم با حکمت است. بنان دی دنیا چند روزه زندگی میکنی، خوب متوجه باش، ما خلقکم ولا بعثکم، نیست آفرینش شما ولا بعثکم وانا برانگیختن مجدد شما، الا کنفس واحده، مگر مانند یک نفس. اما تو زندگی کنم در احادیث میآید خداوند متعال یک تعداد بندهان صالحش را وقتی که در قبرش بگذارد، بعد از او در ججوری های مرغای بهشتی میگردد. یک چند دور نکرده باشه که باز وقت قیامت میشود. تعداد از مردم های صالح وقتی گذاشته میشود در قبرش، هور علم برش میاد وقتی که دست من دادم موهارش میکنم، بعد از او باز امو مرغایت ها را که جمع میکنه سرش قیامت میشود. به این شکل تعداد دیگر میگه چی رقم میگه مثلا یک روز یا یک نیم روز تیر کرده، یک روز یا بخشی از روز را تیر کرده، هیچ نمیفهمه انسان. بعد از محشرگاه الله جل جلاله انسان استاد میشود، میبینه که یک حفاتن عراتن غرلن جانوش و فالش به الله جل جلاله انسان استاده میشود که یک وقت خامه از این خاطر الله چی میگه؟ ما خلقکم نافرینش شما ولا بعثکم و نه مجدد برانگیختن شما، سخت نیست الا که نفسی واحده، مانند یک نفس. یک نفس که از یه چه قاسم نبره هیچ نمیفهم آدم، اما تو زود پیدایت میکنم. ان الله السمیع البصیر، الله خوب شنواست، هر کلمه که از زبان خطا میخورد، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، زبان چور نمیخوره مگر اینکه وقت نافشتش میکنه. کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون، کرام الکاتبین بسته شده است، هر آنچه که میکنی او را یاداشت میگیرد. بنابراین در اینجا ببین که ان الله سمیع، الله نیک شنواست، بصیر خوب بینا هست، خوب بینا است. الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار، نمیبینی که خداوند متعال عظمت خدا را بشناس. خدا را که با بزرگی شناختی قانونش را باز میپذیری، خدا را که به بزرگی شناختی خودت با جور میکنی. اگر خدا را به بزرگی قبول نمیکنی جور نمیشی. چطور خدا را به بزرگی قبول میکنی؟ نظامش را در نظر بگیر، این نظام بسیار بزرگ است. آیا ندیدی که ان الله یولج اللیل فی النهار، که چطور داخل میکند شب را در روز، شب را در روز چطور داخل میکند؟ این میولش روز، روز در گرد کلان شده میرود. چرا؟ عجیب است. و یولج النهار فی اللیل، و داخل میکند روز در شب، و سخر الشمس و القمر، رام کرده است ما افتا و محتاب را، کل یجری الى اجل مسمى، هر یک می رود با میعاد مقررش، میعاد مقرری دارد. و ان الله بما تعملون خبیر، بس این یاداشت مقدم این دعوا شد. ببین که خداوند متعال هر چیز آگاه است، هر چیز آگاه است.
ذلك بأن الله هو الحق. إن إياداش بخاطر زيبود ذلك إن بخاطر آنس بأن الله كأن معبود برحق كقلبهاي مسترب را اتمنان مبخشد حاجتها را روا مدارد معبود بالحق است و عظمتش شنان بزرگ است که کل مخلوق متحیر ساخته است. هو الحق، اوست حق، او حق است، ثابت است، پایدار است، جاودان است. و انما یدعون من دونه الباطل، و هر کی را میخواند بغیر الله، الباطل محو شده نیست، الباطل بخاصیت است، هر چیزی که غیر خدا میخوانید او محو میشود، او پایدار نیست. و ان الله و آن معبود بالحق، آن ذاتی که حاجتها را روا می‌دارد، آن ذاتی که مالک است، آن ذاتی که معبود بالحق است، هو العلی، او بلند مرتبه است، بلند مرتبه است، الکبیر بسیار بزرگ است، بسیار بلند مرتبه است، تا که عجز نکنی، زاری نکنی، برش نمی‌رسی. الکبیر بسیار بزرگ است، اگر تو با تواضعت و با قبول بزرگیش و پیشش نروی، کوچک استی، قبول تم نمی کند. الم ترى ان ندني ان الفلك تجري في البحر كشتي ميره و در بحر بنعمت الله بفضل خداوند متعال ليريكم من آياتي تا نشان بدهد برای شما دلایل قدرت خود را. کشتی سر آب تیر می شود، کشتی که تنها چیز درش بار کردی پایینش نمی کند، باز می بینی بحر را می بینی، عجیب حالت داری بحر است. ان في ذلك لآيات، در این نشانی ها است، در این عبرت است، لکل صبار شکور، برای هر صبر کننده شکور شکر گوینده، هر کسی که زیاد صبر میکن در مقابل مصیبت ها و سپاس میگه در مقابل نعمت های خدا. دین دلائل است، یعنی دو چیز با ما دار، در دنیا که هستی یا یکان دفعه مصیبت سرت میگه یا خدا نعمت بر میده، در مقابل مصیبت صبر بکن، در مقابل نعمت شکر بکن، هر گاهی دو کار کردی کامیابی هست. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا أوصلنا إلى جميع مقاصد خيرنا وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ربنا أوصلنا إلى جميع مقاصد خيرنا وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم وحد صفوف المجاهدين، اللهم اهلك أعداءنا وأعداء الدين، اللهم شتت شمل أعداء الدين، اللهم ذلل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب فضلك، ويسر علينا خزائن علمك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصلى اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي.